سرخط خبرها، یک پیلوت قوای هوایی نظامی پیشین با کشور بازگشت. رویا محبوب کسی که برنده جایزه انجمن شده است و کیست؟ خبر خوش برای آن در کسانی که به SIV اپلای کرده اند. ایر سشل خدمات انتقال افغانها را بر عهده گرفت. شورای امنیت خطاب با طالبان، تمام دختران افغانستان باید به مکاتب برگردند. فرار طالبان از ولایت‌های شمال که باورتان نخواهد شد. هدف چین در افغانستان رسماً توسط رسانه‌های افغانستان فاش شد. سلام، به کانال ما خوش آمدید. یک پیلوت قوای هوایی نظام پیشین به کشور بازگشت. وزارت دفاع دولت حکومت طالبان میگوید که یک پیلوت قوای هوایی نظام پیشین که با سقوط دولت قبلی به خارج رفته بود دوباره به کشورش برگشته و قرار است با زودی به کارش آغاز کند. وزارت دفاع طالبان امروز ششم حمل با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این پیلوت قوای هوایی با خانواده‌اش پس از سقوط نظام قبلی به آلمان پناهنده شده بود، اکنون برای خدمت به وطن برگشته است، اما از این پیلوت نام برده نشده است. پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان، ده ها پیلوت نظامی و اعضای خانواده هایشان با طیاره های نظامی و تاجیکستان، ازبکستان پناه بردند و از آنجا و سایر کشورها و ویژه امریکا و امارات متحده عربی منتقل شدند. این ششمین پیلوت قوای هوایی اردوی پیشین افغانستان است که پس از تسلط طالبان به کشور برمیگردد. در ماه دلو سال گذشته نیز طالبان مدعی شده بودند که 5 پیلوت قوای هوایی اردوی پیشین به کابل برگشته و به کارشان آغاز کردند. وزارت دفاع طالبان در اعلامیه‌اش از تمام کادرهای مسلکی خواسته که به وطن برگردند و نگاشته است که شکار تبلیغات دشمن نشوید. آغوش امارات اسلامی برایتان باز است. در نزدیک به 8 ماه که طالبان بر افغانستان مسلط شدند، نهادهای مدافع حقوق بشر چندین بار از موارد بازداشت، شکنجه و حتی کشتار کارمندان حکومت پیشین به ویژه نظامیان افغانستان توسط طالبان گزارش دادند. خبر بعدی، رویا محبوب برنده جایزه انجمن دوحه شد. رویا محبوب رهبر و بنیانگذار تیم دختران روباتیک افغانستان برنده جایزه سال 2022 انجمن دوحه شد و امیر قطر این جایزه را به وی اهدا کرده است. خانم محبوب گفته است که از دریافت این جایزه خوشحال است. تیم روباتیک دختران افغانستان در سال 2017 در مسابقات روباتیک آمریکا مدال نقره به دست آوردند. تیم روباتیک دختران افغانستان با سقوط دولت پیشین افغانستان را ترک کردند. این جایزه در حالی به یک زن از افغانستان اهدا می شود که بیش از 1 میلیون دانش آموز دختر به دلیل تعطیلی های مکتب ها از ادامه تحصیل محروم شدند. خبر بعدی و باور نکردنی، افغان های آسیب پذیر از کابل و اسلام آباد توسط شرکت های هوایی ایر سشلز منتقل می شوند. شرکت هوایی ایر سشلز با امضای قرارداد بلند مدت با یک شرکت غیر انتفاعی مستقر در آمریکا مسئول انتقال محموله های بشردوستانه از میدان هوایی دبی و کابل و اسلام آباد در پروازهای برگشت مسئول انتقال افغان های آسیب پذیر شده است. به موجب این قرارداد این شرکت هوایی یک پرونده هواپیمای نو ایرباس 320 و خدمه آن در میدان هوایی دبی و مدت 3 ماه مستقر می کند. قرار است این هواپیما محموله های بشردوستانه را به کابل و اسلام آباد در پاکستان انتقال دهد و در پرواز برگشت مسافران را از این دو شهر به قطر و یا کشورهای اروپایی برای اسکان موقت پیش از اسکان دائم در آمریکا انتقال دهد. نام شرکت غیر انتفاعی طرف قرارداد این خط هوایی تا اکنون اعلام نشده است. شرکت هوایی ایر سشل همچنین گفته است که 5 مدیر ارشد این شرکت قبلا به کابل سفر کرده اند تا امنیت پرواز و دیگر استانداردهای لازم برای بررسی انجام این عملیات را بررسی کنند. خبر بعدی و بسیار مهم، ده ها جنگجویان امارات اسلامی در شمال سنگرهایشان را ترک کردند. به خاطر نظارت قاری فصیح‌الدین و مولای محسن به شمال فرستاده شدند. جنگجویان امارات اسلامی از سنگرهایشان در شمال کشور در حال فرارند. این فرار همزمان با گرم شدن هوا و تشدید حملات مقاومتگران علیه این گروه صورت میگیرد. منابع و مهتاب نیوز میگویند که این جنگجویان عمدتاً تاجک تبار و ازبک تبارند و دیگر حاضر نیستند زیر پرچم امارات اسلامی بجنگند. منابع می افزاید که در تازه ترین مورد حدود 200 جنگجو امارات اسلامی که در مناطق استخار و ویژه در ورسد جابجا شده بودند، سلاح‌های دستاشتهشان را به فروش رسانده و کشور را ترک کردند. اوایل همین هفته نیروهای وابسته به جبهه ملی آزادی شبهنگام و ولسوالی ورسد حمله نموده و چندین ساعت با امارات اسلامی جنگیدند. در این حمله 2 طالب کشته و 8 تن دیگرشان نیز زخمی شدند.
خبر بعدی، شورای امنیت خطاب به طالبان: تمام دختران افغانستان باید به مکتب برگردند. شورای امنیت سازمان ملل روز گذشته با برگزاری یک جلسه فوری و اضطراری و بررسی موضوع تصمیم اخیر طالبان مبنی بر ادامه بسته ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از سن ششم پرداختند. پیشنهاد برگزاری این جلسه که از سوی نمایندگان نروژ و 7 کشور دیگر به شمول آمریکا و بریتانیا برگزار شده بود با موافقت اعضای شورای امنیت مواجه شده و بخش امور سیاسی و صلح سازمان ملل به اعضای این شورا گزارش خود را در این خصوص ارائه کردند. نمایندگی نروژ در سازمان ملل متحد پس از برگزاری این نشست با صدور بیانیه مشترک از جانب خود و کشورهای آمریکا، بریتانیا، آلبانیا، برزیل، فرانسه، گابون، ایرلند، مکزیک و امارات متحده عربی نوشت که پیام ما کاملا صریح و واضح است، اینکه تمام دختران در افغانستان باید بتوانند با مکتب بروند. در بیانیه آمده است که هفته گذشته از 1 میلیون دختر در افغانستان آمادگی گرفته بودند که پس از چند ماه تعطیلی به مکاتب بازگردند، اما امید آنها در دقایق آخر از بین رفت. تصمیم طالبان مبنی بر ادامه بسته ماندن مکاتب دخترانه برخلاف تعهدات قبلی این گروه طی هفته های اخیر به مردم افغانستان و جامعه جهانی می باشد. طالبان که در تلاش برای کسب مشروعیت داخلی و بین المللی هستند. بیانیه افزوده است که آموزش حق تمام کودکان است، که این حق شامل دختران در افغانستان نیز می شود. نمایندگی نروژ در این بیانیه همچنین: برخی ها ممکن است این سوال را بپرسند که چرا شورای امنیت به مسئله آموزش در افغانستان ورود پیدا کرده است؟ پاسخ ساده است. افغانستان در آستانه فروپاشی قرار دارد و برای اینکه افغانستان بتواند آینده با ثبات داشته باشد، نباید استعدادها و پتانسیل‌هایش را از دست بدهد و نیمی از جمعیت خود را از حق دسترسی به آموزش محروم کند. آموزش یکی از عناصر کلیدی ساخت هر اجتماع می باشد. در پایان این بیانیه آمده است که اعضای شورای امنیت بدین وسیله پیام سری و واحد برای طالبان می‌فرستد که تمام مکاتب باید بر روی کودکان افغانستان باز شوند و فضای امن آموزشی نیز برایشان فراهم گردد. خبر بعدی: چین: پکن هرگز دنبال نفوذ در افغانستان نبوده است. آیا حقیقت دارد؟ وزارت خارجه چین با اشاره به دیدار اخیر وانگی و کابل، دیدار رو با مقامهای طالبان، گفته است که این کشور هرگز به دنبال نفوذ در افغانستان نبوده است. یک دیپلمات ارشد چینی و نقل از وانگی وزیر خارجه چین گفته است که پکن به استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان احترام می‌گذارد و همچنین گفته است که کشورش به انتخابات، عقاید، باورها و رسوم مردم افغانستان احترام می‌گذارد و هرگز به دنبال مداخله در امور داخلی این کشور نبوده است. و علاوه کرده است که پکن به دنبال نفوذ در افغانستان نیز نمی‌باشد. لازم به ذکر است که وانگی وزیر خارجه چین در سفر پیش از اعلام ناشده وارد کابل شده و به مقام‌های مختلف طالبان به شمول ملا عبدالغنی برادر، مولوی امیرخان متقی و سراج الدین حقانی دیدار و گفتگو کردم و قراردادهای مثل عینک و دیگر قراردادهای معدن را همچنان امضا کردم. پس دوستان عزیز، آیا شما فکر میکنید که چین در افغانستان دنبال نفوذ است و یا خیر؟ نظرتان را با ما شریک بسازید. چینل ما را سابسکرایب کنید. تا ویدیو دیگر، شب روزتان خوش.